به بازار نگاه کردم. دود غلیظی که آسمان شهر را پوشانده بود، فضای مسقف آنجا را تاریک تر نشان می داد. کرکره مغازه ها پایین بود و بعضی هایشان قفل داشتند. از خودم پرسیدم الان صاحبان این مغازه ها کجا هستند؟ چه کار می کنند؟ خرجی زن و بچه هایشان را از کجا می آورند؟ مغازه نوار فروشی کنار چایخانه عمو ناصر را که دیدم، یاد روزهایی افتادم که با دام می آمدم بازار صفا. نیم ساعت بعد مردها آمدند. 4-5 تاق چلوار سفید با خودشان آورده بودند. یکی از مردها دفتری در دست داشت. صفحه ای از آن را باز کرد و از من و زینب خواست پای لیست را امضا کنیم. به صفحه نگاه کردم. اسم مغازه دار، آدرس و پلاک مغازه، تاریخ آن روز و مقدار پارچه‌ای که برداشته بودند ثبت کرده بودند. امضای آقای پرویزپور و آن دو هم پای نوشته بود. زینب خودکار را به انگشتانش مالید و به جای امضا انگشت زد و من هم امضا کردم. تاقه ها را تحویل گرفتیم و به جنت آباد برگشتیم. لیلا از پیش دا آمده بود. او و بقیه را صدا کردیم و همه نشستیم به بریدن کفن ها. این کار خیلی زود تمام شد. کفن ها را تا زدیم، چون رفته رفته تعداد کشته های زن کمتر می شد. بیشتر کفن ها را تحویل غسال خانه مردانه دادیم. باز جنازه درب و داغان آورده بودند. از چند روز قبل قرار گذاشته بودیم آنهایی که پیکر سالمی دارند غسل و کفن کنیم. اینطوری هم آب کمتری مصرف می شد، هم خونریزی جراحتهایشان باعث آلوده شدن کفن نمی شد. اوایل که نایلون داشتیم این نوع جنازه ها را در نایلون می پیچیدیم. اما از وقتی نایلونی برای بستنشان وجود نداشت، جدا کردن سالمترها منطقی به نظر می رسید. ولی برای من انتخاب جنازه ها کار سختی بود. وقتی لابلای جنازه ها را می گشتم و از کنار پیکرهای متلاشی می گذشتم، احساس شرم می کردم. حس می کردم حتی در غسل و کفن هم به اینها ظلم شد. اما چاره ای نبود. کارمان که تمام شد، موقع بیرون آمدن چشمم به گوشه قصاب خانه افتاد. لباس های کشته ها توی این چند روز تخلیه نشده بودن. به خاطر بهداشت و سلامت خودمان باید این لباس ها را در چاله دفن می کردیم و رویش آب آهکی می ریختیم. رفتم و فرغون آوردم و با بیل لباس ها را توی آن ریختم. دو سه بار رفتم و آمدم تا همه آنها را در گوشه ای از قبرستان که زمین خالی بود ریختم. بعد پیت نفت را رویشان خالی کردم. کبریتی آتش زدم و روی لباس ها انداختم. خیلی زود آتش گرفتم. کمی عقبتر آمدم، نشستم و به شعله های آتش که لباس ها را می بلعیدن زل زدم. توی حال هوای خودم بودم که شنیدم زینب صدایم می زند. بلند شدم و به طرف زینب که به من اشاره می کرد رفتم. نزدیکتر که شدم گفت بیا مادر، بیا ببین میگن برادرت اومده دم در، تو نمیاد، بیا ببین چه کارت داره. سری رفتم جلوی در، کنار در اصلی منصور رو دیدم. دستانش رو توی جیبش فرو برده داشت این طرف و آن طرف نگاه میکرد. چشمش که به من افتاد جلو آمد و سلام کرد. گفتم علیکم السلام. ها اومدی اینجا چی کار؟ مگه نگفتم از دو بچه ها دور نشو؟ با مظلومیت گفت خب اومدم براتون غذا آوردم. پرسیدم غذا؟ غذا از کجا آوردی؟ گفت همسایه های شامی پخته بودن، به ما هم دادن. وقتی میخوردیم دا گفت کاش زهرا و لیلا هم بودن، منم یواشکی براتون نگه داشتم. دا فهمید و گفت اون چیه قایم کردی؟ منم گفتم
میخوام برای شما بیارم. با مهربونی گفتم تو این همه راه به خاطر ما بلند شدی اومدی؟ سرشو تکون داد و لقمه نون از جیب شلوارش بیرون کشید. لقمه رو گرفتم. دو سه تا کتلت لای نون پیچیده شده بود. چرا ندادی به همینایی که گفتی منو صدا کنن؟ گفت آخه کم بود، روم نشد بدم به کسی براتون بیاره، شاید دلشون میخواست. من آوردم که شما بخورید. خم شدم، سرشو بوسیدم و گفتم کاکا نمیخواست این همه راه و بلندشی بیای، خودتون میخوردین. سرشو به علامت نه تکون داد. گفتم حالا بیا تو. گفت نه، دا گفته که باید زود برگردم. یکی دو بار اخیر که مسجد شیخ سلمان رفته بودم منصور رو ندیده بودم. فکر کردم شاید همون دور و براست، ولی وقتی منتظرش شدم و نیومد از دا سراغش رو گرفتم و گفت نمیدونم، یا سر کوچه است یا رفته مسجد جامع. روی همین حساب همونطور که به لقمه ها نگاه میکردم نصیحتش کردم و گفتم هی یواشکی این بر اون بر نرو، از مسجد بیرون نیا، دیگه هم نمیخواد این همه را بیای و برای ما چیزی بیاری، اینجا همه چی هست، معلومم نیست که من همیشه اینجا باشم. گفت چشم. گفتم خب حالا نمون، از همین راهی که اومدی زود برگرد. زود بری یا من دلشوره میگیرم. گفت باشه. منصور رفت. ایستادم و رفتنشو نگاه کردم. عشق چشمانم رو پر کرد. توی همین چند دقیقه حس کردم منصوری که توی خونه اونقدر آتش میسوزون و شیطنت میکرد خیلی آروم شده. این حالت برای منصور که 13 سال بیشتر نداشت خیلی عجیب بود. میدیدم همونطور که گفته بودم تون تون قدم بر میداره و دور میشد. وقتی از تیررس نگاه هم دور شد برگشتم. نمازمان را توی اتاق خواندیم و آمدیم بیرون. دیدم توی ایوون مکت انداختن و بقچه نان را پهن کردن. پیر مردها حسین و عبدالله یک طرف، زنها هم طرف دیگر نشسته بودن. من و لیلا هم نشستیم. هندونه ها رو قاچ کردیم و به هر کداممون تکه ای دادم. دلم ضعف می رفت. همونطور که لقمه می گرفتم حواسم به لیلا هم بود. هر حرفی می زدم خیلی کوتاه جواب می داد. شاممان را که خوردیم بلند شدیم. کفش هایمان را پوشیدیم و اسلحه هم را که معمولاً از خودم جدا نمی کردم برداشتم. چون از سمت پادگان دش صدای شلیک و انفجار می آمد به طرف در جنت آباد که تقریباً در امتداد پادگان قرار داشت رفتیم. از جلوی در به خیابان نگاه کردم. خلوتی و تاریکی خیابان آدم را می ترساند و فکر نفوذ نیروهای بعثی را تقویت می کرد. ولی وقتی به سمت پادگان دژ نگاه کردم با خودم گفتم وقتی پادگان و نیروهایش هستند پس امنیت هم هست. ناخودآگاه ایستادم. دلم میخواست در آن لحظه لیلا در کنارم نبود. جلو میرفتم، جای دست بابا را روی تابلو غرق بوسه می کردم. دوباره راه افتادیم. شب مهتابی بود و این باعث می شد شبهایی که در خانه من بصره یا محله قزلی برق نداشتیم را به یادم بیاورد و دلم بیشتر بگیرد. همون موقع لیلا گفت ای کاش علی اینجا بود، 3-4 ماهی که رفته، ای کاش بیاد. همینطور که حرف می زدیم به طرف مزار بابا کشیده شدیم. وقتی سر خاکش نشستم دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. مثل ابر بهاری اشک می ریختم.
حسین عیدی و عبدالله معاویم مشغول گشت زنی بودند. میخواستم کمی نگهبانی بدهم تا به حسین و عبدالله خیلی فشار نیاید. به لیلا گفتم تو برو بخواب، من یکم نگهبانی میدم بعد میام. ولی چون موقعیت با هم بودن کم پیش میامد، لیلا قبول نکرد و گفت او هم با من بیدار میماند. چون شیفت اول برای ما مناسب تر بود، به حسین و عبدالله گفتم اول ما میایستیم شما بخوابید، بعد بیایید شیفت را تحویل بگیرید. زیر بار نمی رفتم، کلی اصرار کردم تا قبول کردن. آنها که رفتن، با لیلا کمی دورتر از اتاقها لبه جدول نشستیم تا حرف زدنمان خواب بقیه را خراب نکند. سر و ته جنت آباد را با نگاهمان برانداز می کردیم و درباره سرنوشت جنگ و اینکه عاقبت ما چه می شود صحبت می کردیم. لیلا پرسید اصلا چرا جنگ شد؟ حالا این جنگ تا کی ادامه پیدا می کنه؟ گفتم پناه بر خدا، جوانای ما با غیرتی که از خودشون نشون دادن خوب تونستن مقاومت کنن. ما هم باید دفاع کنیم که این مقاومت به ثمر بشینه. یک دفعه پرسید زهرا، تو فکر میکنی بعد بابا کی از خانواده ما قرار شهید بشه؟ گفتم من، انشالله من شهید میشم. با صدای بغض‌آلودی گفت نه، خدا نکنه، اگه تو شهید بشی ما چی کار کنیم؟ گفتم هر کار بعد شهادت بابا کردیم همون کار رو تو ادامه میدی. گفت نه، من مثل تو نیستم، من نمیتونم تحمل کنم، اصلا نمیتونم مسئولیت بپذیرم، این مسئولیت خیلی سنگینه. گفتم میدونم سنگینه، منتها من هم خودم نخواستم، ناخواسته روی دوشم گذاشته شد. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها، ترس دارم از شب، از شب بی خاطره ها، آتشی بردار من ز نفرت، دار نفیر پنجره ها، دارم به خدا نور را پنجره را.